سلام دوستای خوبم، میخوام یه چیزکیک خیلی خوشمزه تقدیم کنم به شما عزیزانم. کارامل چیزکیک. این چیزکیک خوشمزه رو ببینید، در انتها سابسکرایب رو فراموش نکنید. برای چیزکیک کاراملمون ما احتیاج به این مواد اولیه داریم که من تو 3 دسته تقسیمش میکنم. اول از همه چون مواد کاراملی شما آماده میکنیم، من مواد کاراملی رو میگم. داخل ظرفم 50 گرم شکر قهوه‌ای، 30 گرم کره، 2 قاشق سوپخوری شیر عسلی، 1 قاشق سوپخوری عسل و 1 قاشق چایخوری آب داغ رو با هم مخلوطش میکنیم و میذاریم روی حرارت. اون ترکیب رو روی حرارت ملایم گذاشتم تا زمانی که شکر ذوب میشه و من بقیه مواد رو خدمتتون معرفی کنم. خورده کیک شکلاتی داریم که شما میتونین از بیسکویت هم استفاده کنین به میزان 200 گرم. کره که ذوبش میکنم به میزان 60 گرم. پنیر خامه ای 500 گرم. شکر 75 گرم. خامه 80 میلی لیتر یا 80 گرم. آرد داریم 1 قاشق سوپخوری، 3 تا تخم مرغ و شکلات چیپسی که باز من از نوع کاراملی استفاده کردم، ولی شما میتونین از هر مدل شکلات چیپسی که دوست دارین و در اختیار دارین استفاده کنین. و اما برای رویه این چیزکیکمون 150 گرم شکلات تلخ به اضافه 60 گرم خامه احتیاج داریم. خورده کیک رو میریزم داخل ظرف که بتونم به راحتی با کره آب شده مخلوطش کنم. دقت کنید اگر از بیسکویت استفاده میکنین میزان بیسکویت رو 150 گرم بریزید به جای 200 گرم پودر کیک. کره رو میریزم داخل این ترکیب و خوب مخلوطش میکنم. یه قالب کمربندی احتیاج داریم به قطر 23 سانت که من کفش رو با فویل پوشش میدم و کیکو کره مخلوط شده رو کف قالب پرسش میکنم. لبه های فویل رو هم میارم روی دیواره. ترکیب کیکو کره رو کف قالب میریزم، پهنش میکنم و بعد کامل پرسش میکنم به طوری که کاملا فشرده بشه. نیم ساعت توی یخچال استراحت میدیم و بعد مرحله بعدی کار رو شروع میکنیم. کیک و کره رو کاملا فشرده کردم کف قالب و میذارم توی یخچال به مدت نیم ساعت. مواد کاملا یه دست شد و ذوب شد. زمانی که به جوش اومد تایم بگیرین 4 دقیقه بجوشه و بعد از 4 دقیقه از رو حرارت بر میداریم و کنار میذاریم. مایه که شروع به جوشیدن کرد من 4 دقیقه زمان دادم تا بجوشه. دقت کنید گاهگاهی همش بزنید که ته نگیره و به جوشیدن ادامه بدیم تا 4 دقیقه زمان سپری بشه. کارامل تقریبا آماده است. شاید حدود 30 ثانیه زمان مونده باشه که گفتم شما کاملا ترکیب رو ببینید. از روی حرارت برش میداریم، میذاریم خنک میشه و داخل چیزکیک استفاده میکنیم. اگر هم دوست داشتین کارامل نمکی یعنی سالتد کارامل داشته باشین، به محض اینکه از روی حرارت برداشتین به این مقدار سس 1/2 قاشق چایخوری نمک دریایی اضافه کنید و یه کارامل شور دارید. مواد پنیری رو آماده میکنیم. پنیر خامه ای رو میریزم داخل ظرف همزن، شکر رو هم اضافه میکنم و هم میزنم تا شکر مخلوط بشه. در حین هم خوردن دیواره کاسه رو تمیز میکنیم و بعد از اینکه ذرات شکر کاملا حل شد تخم مرغ ها رو دونه دونه اضافه میکنیم. بعد از هر بار اضافه کردن تخم مرغ مخلوط بشه و بعد تخم مرغ بعدی. مرغ دوم رو هم اضافه میکنم، هم میزنم، مخلوط که شد تخم مرغ است. تخم مرغ آخر رو ریختم، مواد کاملا مخلوط شد و میخوام خامه رو اضافه کنم. خامه و اون یه قاشق سوپخوری آردی که داشتیم.
از مایه پنیری من یه مقدار ریختم داخل تافی یا همون کارامل و بعد مخلوط میکنم با مواد پنیری. اگر در حین آماده سازی کاراملتون به مشکلی برخوردین، مثل اینکه سفت شده باشه، میتونید یه مقدار آب ولرم بهش اضافه کنید، هم بزنید تا از اون حالت سفتی درش بیاره. مواد که کاملا مخلوط شد، البته این رو هم بگم، فر رو از قبل ما با دمای 150 درجه سانتیگراد گرم کردم. برای پخت چیزکیک ها بهتر از سیستم فن استفاده نکنید. مایه رو میریزم داخل قالب، حدودا یک ساعت زمان میدین تا چیزکیک پخته بشه. بعد از پخت فر رو خاموش میکنیم، در فر رو باز میکنیم و چیزکیک رو داخل فر خنک میکنیم و بعد منتقلش میکنیم داخل یخچال. بهتره چند ساعتی هم تو یخچال بمونه و بعد رویه رو آماده بکنیم. شکلات چیپسی ها رو میریزم که اینجا گفتم من دارم از نوع کاراملیش استفاده میکنم، ولی شما هر چیزی که دم دستتون بود، یعنی هر نوع شکلات چیپسی که دم دستتون بود میتونین اضافه کنین یا اصلا حذفش کنین. رسیدیم به مرحله آماده سازی رویه چیزکیکمون که شکلات و خامه رو با هم مخلوط میکنم، میذارم داخل ماکروویو با قدرت 50% که شما میتونین روی بخار آب هم این کار رو انجام بدین تا مواد کاملا ذوب بشه و یک دست بشه و یه سس شکلاتی خوشمزه به ما بده. ترکیب شکلات و خامه آماده است، در واقع همون گاناشه، منتها با درصد متفاوت. بعد از اینکه چیز کیک کاملا خنک شد، این سس شکلات رو کاملا روش پوشش میدیم و میذاریم میگیره خودشو و چیز کیک رو برش میزنیم. چیز کیکمون خنک شد، شکلات آماده رو میریزم روش و صافش میکنیم. تا لبه چیز کیک شکلات رو پهن میکنم، دیگه میتونه بره توی یخچال. حداقل 3 ساعت زمان احتیاج داریم که چیزکیک کامل خودش رو بگیره. بعد از 3 ساعت قابل سرو است.